هلو گنگ، چطوری بچه‌ها؟ اتفار هستم، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو یه خفن دیگه. این دفعه دوباره اومدیم با توییت های سمی. دفعه قبل که سرم درد گرفت بعد از اون همه سم، این دفعه راهی بیمارستان میشم. اینکه بچه‌ها میخوام ویدیوی ولاگ متروکه رو واسهتون بگیرم. اگه میخواهید زودتر از اینا اومده شه این ویدیو، حتما داخل کامنت ها واسم بنویسید لایک و کامنت و سابسکرایب مخصوصا فراموش نشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. دوستم من تمام شدن کار ماشین ظرفشویی، درش باز کرده دیده فرشه توالت روی ظرفا. میگه دیدم این بچه رو که نمیشه بیرون کرد، خودم رفتم پشت بوم یکم جیغ زدم، گریه کردم. بگه حالا مونده ظرفا رو بریزم دور، ماشین رو بندازم دور، چیکار کنم؟ آه آه آه. من تا دارم به کثیفی مسیری که این بچه فرشه رو آورده تا آشپزخونه هم فکر میکنم. اینکه قطره قطره آب ازش چکیده، این باید خونه رو اسید بریزه. خونه رو نباید اسید بریزه، خونه رو باید کلا تخریب کنه. اونهایی که میگن چیزی نیست تمیز میشه، قطعا اون پامان خودش هم میدونه تمیز میشه، ولی هر وقت که بخواد تو اون ظرفا غذا بخوره یا با اون لباسشویی ظرف بشوره، لباسشویی مگه ظرف ها؟ باورم نمیشه لباسشویی میشه ظرف شست. اینو خوب اومد. بچا بید امتحان کنید، اگه شد با لباسشویی ظرف بشوریم حتما داخل کامنت ها واسم بنویسید. با یاد مامان خودم افتادم، بچگی یه خرابکاری اینجوری کردم که مامانم هیچی نگفت. دروغ داره میگه، مامانش گرفته مثل چی زدتش، داره دروغ میگه. چند ساعت رفت تو پارک نشست، زل زده بود به درخت، زنگ زدم به بابام رفت آوردش خونه. میگه داری دروغ میگی، مگه میشه آخه هر مامانی یه کتک کرده یه بار نزنه. یه دوستی دارم که دندون آسیاش رو کش داشت لق شده بود، اینم تو کرونا نرفت درستش کنه. یه روز فهمید همراه غذا قورتش داده، فرداش با چوب بستنی توی مدفوعش، آره مدفوعش گشت پیداش کرد شست. تو وایفین گذاشت و برد نصب کرد روی دندونش. تو مدتی به شوهرش نگفته بود که بعدش نیاد موقع بوسیدنش. بیچاره اون شوهر چی کشیده؟ یه دور دیگه هم روکش شده. دوستم میگفت بچگیاشو خیلی شیطون بودم و مامانش هر بار میرفته بقالی میرفته بقالی یا جای نزدیک، در خونه رو قفل میکرده. دستشویی هم توی حیاط بوده. یه بار که در قفل بوده خیلی دستشویش میگیره، خواهرش که بزرگتره قابلمه میاره، این توش پیپی میکنه، درش هم میذارن. تصور کن مامانش اومده با چی مواجه شده. اصلا تو مگه نمیخوای تو اون قابلمه غذا بخوری کسافت؟ فرشه رو بذاره تو دستشویی، ظرفا رو با انواع اقسام ضد عفونی کننده، وایتکس و غیره دوباره بشور. 4 و 5 بازم ماشین خالی با دمای بالا بشوره. بعدش هم خانوادگی برن هیپنوتیزم شن، بلکه خاطرش از ذهنشون کنده بشه بتونن غذا بخورن. قیافه بچه، وای قیافه مادر شوهرم وقتی قراره اینا رو جای شیرینی بخوره، دیدنی اینا. وای این کاپکیک مدل ها هستن که دیدنی هم میذارن روی میز، چیه من ندیدم تا حالا، ولی خب دیدم و نخریدم که تستش کنم. فکر کنید اینا رو مادر شوهره بیت گاز بزنه، ببین اون موقع چه جنگی بین عروسش میفته. مصور فکر کن بدنشون از دور ضد عفونی میشه. تصور کردن مادر شوهرت با حباب هایی که قرار از دهنش خارج بشه خیلی جالبه. قشنگ مشخصه که رابطت با مادر شوهرت چقدر خوب و صمیمیه. آره خیلی خوب و صمیمیه. کاپکیک ها رو بنویس لای خرماهای گردو بذارم مرحوم خیلی دوست داشت. فکر خیلی قشنگی بود، حالا میتونم تو دور همه فردا اینا رو به خورد جاریان بدم. قضیه چیه؟ خب با این جاریا چقدر شما مشکل دارید. خدا میدونم چرا بدن، خب بعضی سر یه چیزی بدن، بعضی سر یه چیزی بدن. یه تلسمی که افتاده بین این دوتا جاری همیشه قراره با هم دیگه یه دعوا کنم. چرا هر چقدر فکر کنم نمیفهم چرا از شیری خوردوندن به فامیلاتون خوشحالین؟ راست میگه، چرا به جای شیری نمیان؟ واسه اینکه اینا شیرینی است. صابون‌های دست‌ساز و ارگانیکه که فقط شبیه شیرینی و ولی خاصیت داره. اکسم برای عروسیش دعوتم کرد، به نظر تو اینجوری برم عروسیش؟ عزیزم تو اینجوری بری عروسی؟ یارو عروس خانومو ول میکنه دوماد، میاد با ایشون ازدواج میکنه وسط عروسی. اون روسری چی میاد واسه لباس عروس؟ اونو میندازه سر این و همونجا درجا باش عروسی میکنه. با این استایلی که تو میخوای بری اول ندارم چشم از پاکت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرج. اون دیگه به جای شب اول عروسی شب اول قبر داره.
یعنی شما این شکلی هستید و بازم دوست پسراتون ولتون میکنن؟ نه داداش، میدونی چیه؟ خب دله، دل. هر اومدم اینجا من نظر بدم. آقا بده کی؟ به نظرم اگه با تانک و نفربر هم بری تأثیرش از این کمتره. ولی فقط قیافه دوست پسرت اونجا که نمیدونه که هرس اونی که از دست داده رو بخوره یا اینکه که خودشو از زیر مش و لگد نجات بده. آخه النگ تو چرا اینو ول کردی رفتی با اون؟ اونم دافل هم هستم. خب بچه ها ویدیو تا همینجا بود، امیدوارم که سمی شده باشید و علاقه که من برم بیمارستان بسری بشم. چا تون حرف زدم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یادتون نره اگه دوست داشتید زودتر از اینا ولایت متریک آماده شه تو کامنت ها واسم بنویسید. لایک کامنت سابسکرایب چن یادتون نره بدون معطلی. نه اینکه اول ویدیو بود. تا ویدیو بعد میبینمتون فعلا. خب کار ماشین ظرفشویی در دوستم بعد تموم شدن کار ماشین ظرفشویی در ظرف است. وای از اول دوستم بعد تمام شدن کار ماشین ظرفشویی درش رو باز کرده.